سلام، من سارا درهمی‌ام، دانشجوی ادبیات نمایشی دانشگاه تهران. امروز اومدیم درباره کنکور عملی ویدیو بگیریم و درباره حالا من توضیحات کلی رو تو ویدیو قبلی بهتون دادم. توی این ویدیو مشخصاً قراره درباره گرایش ادبیات نمایشی صحبت کنیم و در این ویدیو یکی از همکلاسی‌های من مهمان ماست، آقای مهدی سلمان. مهدی با اینکه اسمش نمیاد 27 سالشه، لیسانس فیزیک شریف داره و رتبه 9 زیرگروه بوده توی کشور، زیرگروه نمایش منظورمه دیگه. و اینکه آره قراره تجربیاتش رو برامون بگه و چون که یه دونه میکروفون داریم من میرم و عرصه رو به مهدی میسپارم. برم. سلام بچه ها، مهدی هستم. توضیحات کلی و ابتدایی رو سارا بهتون داد. الان آشنایید که موقعی که وارد دانشگاه میشید فرایند آزمون شروع میشه، چه اتفاقاتی میفته. من یه مقدار تخصصی تر میخوام درباره خود ادبیات نمایشی صحبت کنم. خیلی خوب، شما میدونید که باید یه برگه‌ای رو پر کنید و روی اون برگه اطلاعاتتون رو نوشتید. چیا نوشتید؟ درباره علایقتون، چرا دارید میایید ادبیات نمایشی، چه کتابایی خوندید، چه نمایشنامه‌ای خوندید. بچه‌ها لزومی نداره شما فقط برای آزمون عملی ادبیات نمایشی فقط نمایشنامه بخونید. شما میتونید یه بازه گسترده‌ای از ادبیات رو مطالعه کرده باشید. میتونید شعر خونده باشید و اونجا بنویسید، میتونید مطالعات جامعه شناسی داشته باشید، فلسفه، داستان و خود نمایشنامه. بنابراین محدود نکنید مطالعاتتون رو به خود ادبیات نمایشی. شما باید اون کسی که داره ازتون آزمون میگیره رو متقاعد کنید که برای رشته ادبیات نمایشی جزو اون 12 نفری هستید که قراره سال آینده تو این دانشگاه درس بخونه. بنابراین اون قسمتی که برای انگیزه نامه شما هست اونو به نظر من متنش از قبل بنویسید، آماده داشته باشید که وقتی میایید واسه آزمون اون متن رو اونجا بنویسید. من خودم از قبل آماده نوشته بودم، بردم سر جلسه. پس این چیزاییه که از قبل اگر آماده کنید خیلی بهتون کمک میکنه که اونجا بتونید از پس آزمون خیلی خوب بر بیاید. با توجه به اینکه از شما میپرسن که چه مطالعاتی داشتید، شما باید یه سری نمایشنامه، یه سری داستان خونده باشید از قبل و باید برای اون چیزهایی که خوندید اطلاعات کافی داشته باشید. یعنی فقط صرف این که من اون بخش رو پر کنم چند تا اسم ننویسید، یعنی یه نمایشنامه، یه داستانی رو شما مثلا 3 سال پیش خوندید، 4 سال پیش خوندید، اون رو ننویسید بچه ها اینجا برای پر کردن. چرا؟ چون آزمون گیرنده، اون استادی که اونجا نشسته، از شما میپرسه که بدونه آیا شما اون متن رو با دقت خوندید، آیا فهمیدید. من اینو شنیدم از بچه‌ها که یه سوال ازشون میپرسه، دربارش صحبت میکنن و وقتی یه جواب ناقص میشنوه آزمون گیرنده میگه تو نفهمیدی. برای این آماده باشید بچه ها. یعنی اگر حتی مثلا بهتون یه جوری اینجوری گفتن بهتون بر نخوره، بتونید خودتون رو کامل کنترل کنید و به خودتون مسلط بشید. این خیلی مهمه که شما سر جلسه آزمون حرفایی که آزمون گیرنده به شما میزنه روی روحیتون تاثیر منفی نذاره. خیلی خب، پس قرار شد یه سری چیزا رو واسه آزمون عمل بخونید. بهتره به نظر من شما هم از ادبیات نمایش ایران، یعنی نمایشنامه‌های فارسی خونده باشید، هم نمایشنامه‌های غربی خونده باشید. از هر دوره تاریخی، از هر ژانری شما یه مطالعه‌ای داشته باشید. مثلا از تئاتر انگلستان مطالعه داشته باشید که حالا کلاسیکش میشه شکسپیر. شکسپیر رو به نظر من دیگه بدیهیه که باید همه بخونن. از مدرن ترش مثلا مکدونالد مطالعه داشته باشید، از یونان مطالعه داشته باشید و یک بازه خیلی گسترده ای رو پوشش بدید که آزمون گیرنده بفهمه که شما توی این رشته خیلی جدی هستید و مطالعه دارید. توی ایران حتما مطالعه داشته باشید، کارهای آقای بیضایی، کارهای آقای رادی، اینا خیلی خوبه و نشون میده که شما حوزه مطالعاتیتون گسترده است. حتی میتونید شما کهن‌تر بخونید، یعنی برید مثلا اولین نمایشنامه که نه، اولین متن نمایشی ایران مثلا یادگار زریران رو مطالعه کنید. حتی میتونید برید کشورهای همسایه مثلا حماسه گیلگمش رو بخونید که یک حماسه منظوم بوده و قابلیت نمایشی بودن داره. اینا همه نشون میده که شما وارد عمق مطلب شدید و روی اینا هم باید تسلط داشته باشید که ان بتونید خیلی خوب آزمون رو بدید. حالا یه بخشش پس شد خوندن اون آثار. حالا شما این آثار رو باید با دقت یک کسی که قراره تو این رشته تحصیل بکنه بخونید. یعنی چی؟ یعنی شما باید بتونید اینو تجزیه کنید، تحلیلش کنید، عناصرش رو پیدا کنید. باید مثلا بدونید که یک نمایشنامه اولش از یه سکونی شروع میشه. نمایشنامه کلی، یعنی بخوام کلاسیک صحبت کنیم، یه سکونی داره. موتور رفت. بچه‌ها نمایشنامه بخش‌های مختلفی داره. خب شما باید بدونید که مثلا من بخوام چارچوب کلاسیک یک نمایشنامه رو بهتون بگم، اینه که اول ما یه سکونی داریم، بعد یه عامل خارجی وارد میشه که بهش میگن تجاوز، بعد کشمکش، بعد حل و فصل و پایان.
این خیلی کلیه، بین اینها موارد دیگه وجود داره که اگر میخواهید با اینها آشنا بشید، بهترین کتابی که میتونید تو این زمینه مطالعه کنید کتاب شیوه فنی نمایشنامه خوانی از انتشارات بیتگوله. بهتون پیشنهاد میکنم 100% این کتاب رو بخونید. اونجاست که میفهمید ادبیات اونجوری که شما فکر میکنید نیست و یه اصول و قواعدی داره که این کمک میکنه که شما با شناخت این اصول و قواعد بتونید بهتر بنویسید. پس یه بخش از کار ما شد تجزیه و تحلیل نمایشنامه ها و اون چیزایی که مطالعه کردیم و یه بخشش میشه نوشتن، یعنی شما به موازات یاد گرفتن اینکه ما چطور بعد اصلا یه نمایشنامه رو بخونیم باید کار کنید که چطور بنویسیم، خب بعد به موازات هم دیگه این دوتا رو پیش ببرید. یعنی شما باید تمرین نویسندگی خلاق داشته باشید. اگر از من بپرسن که چه منبع خوبی برای نوشتن وجود داره، میتونید شما کتاب نوئل گرگ رو بخونید، راهنمای عملی نمایشنامه نویسیه. پس شما این دوتا منبع رو داشته باشید، مطالعاتون رو با اون استانداردی که بهتون گفتم انجام بدید و برای نوشتن هم میتونید از کتاب راهنمای عملی نمایشنامه نویسی کمک بگیرید. تو خود کتاب یه سری تمرینایی بهتون داده، اون تمرین‌ها رو اگر انجام بدید متناسب با اون مبحثی که آورده قشنگ براتون اون مطلب جا میفته و شما آماده میشید برای آزمون. خب الان فرض کنید ما همه این کارا رو انجام دادیم، کامل آماده ایم، الان می‌خوایم چیکار کنیم؟ بریم سر جلسه و قرار از ما یه سری سوال بپرسن. خب بچه‌ها یه چیزی که خیلی بهتون تو روز آزمون کمک میکنه اینه که از قبل متن از پیش آماده شده داشته باشید. یعنی چی؟ یه چیزی که بتونید به عنوان رزومه به استاد ارائه کنید. شامل چی میشه؟ میتونه یه نمایشنامه کوتاه باشه، شامل داستانی که نوشتید، حتی اگر شعر نوشتید میتونید به عنوان رزومه سر جلسه آزمون به استاد ارائه بدید. کاری که من کردم این بود که حالا دو تا مطلب نوشته بودم مثل مقاله و خب تو دانشگاه خودمون چاپ شده بود، اونا رو به عنوان کار یا رزومه ارائه کردم به استاد. در کنار این تجربه خودم این بود که مثلا اون نمایشنامه‌ای که خونده بودم رو ازم پرسید استاد، آقای بختیاری بود آزمون گیرنده من، و چند تا سوال درباره نمایشنامه، مثلا درباره نمایشنامه شکلک پرسید و جواب دادم. با اون سوالاتی که پرسید و جوابایی که من دادم و حالا اون اعتماد به نفسی که توی جواب دادن داشتم، استاد به نوعی اصلا متقاعد شد که من اطلاعات کافی رو دارم، انگیزه کافی رو دارم که بخوام این رشته رو ادامه بدم. خب بخش تحلیل نمایشنامه رو که بهتون گفتم که ازتون میپرسن، حالا یه بخشش اینه که شما باید اتود بزنید. یعنی مثلا ممتحن از شما میخواد که مثلا به من یه موز و یه بطری آب معدنی رو میز بود، گفتن درباره این بنویس، یا حتی میگم مثلا درباره این بگو، یا مثلا یه سوال دیگه ای که پرسیدن این بود که مثلا چند تا عکس به شما نشون میدن، خب چند تا عکس، چند تا تصویر، حالا اون تصاویر ممکن است فیلم ها باشه، از مثلا نمایشنامه باشه، یعنی از اجرای تئاتر باشه، تصاویر رو نشون میدن و ازتون میخوان با توجه به اون چیزی که میبینید بنویسید و شما باید یه سری الگوی آماده از قبل تو ذهنتون باشه. یعنی خیلی اینجوری نیست که بگیم من غریزی باید بنویسم، نه، بهتون گفتم که نوشتن اصول داره، نوشتن یه قواعد خاص خودشو داره که تو اون دوتا کتاب یاد میگیرید و شما باید الگوهای ذهنی قبلی داشته باشید. یعنی بدونید که مثلا میشه از این تصویری که هست مثلا یه صحنه قتل رو در آورد. یه کتابی هم که خیلی خوبه واسه این پیدا کردن اینها، کتاب 36 موقعیت نمایشیه. تو این کتاب 36 موقعیت نمایشی به شما میگن که هر درامی، هر اثر نمایشی، حالا چه فیلم چه نمایشنامه، به طور کلی از این 36 موقعیت کلی ناشی میشه. شما توی این کتابی که بهتون معرفی کرد بچه خیلی دارم طولانی میگن؟ بچه توی این کتاب 36 موقعیت نمایشی که بهتون معرفی کردم، شما با موقعیت هایی که یک نمایشنامه یا یک فیلم رو میسازه آشنا میشید و میتونید از اون موقعیت هایی که تو کتاب خوندید برای نوشتن استفاده کنید. اینم بهتون خیلی تو آزمون کمک میکنه. خب این کلیت آزمون عملی بود، امیدوارم که بتونید خیلی خوب از پس آزمون بر بیاید. مطمئن باشید بچه ها اگر اون کارهایی که بهتون گفتیم، من گفتم، سارا گفته، انجام بدید، آزمون براتون یه چیز خیلی ساده ای میشه. بنابراین اون کارا رو ان شاء الله انجام بدید و از بابت آزمون هیچ نگران نباشید. امیدوارم سال آینده تو دانشگاه ببینمتون. قربونه. مرسی از فیلم نردر مجنون. اصلا درد نکنه.